سرعت موشک رو میخوام بیارم توی سیستم های پنوماتیک. خوب نگاه کن. حالا چطوری؟ سلام، یاسین نجفی هم، ارادتمند شما از کمپانی یاین. این سیستم رو خوب نگاه کن. الان اینو یه دونه پرس پنوماتیک در نظر بگیر، درسته؟ قرار برای ما به عنوان مثال توی یه دقیقه 100 بار پرس انجام بده. حرکتش رو نگاه کن. الان اینجا داره فشارش رو به ما نشون میده، 7 بار. با فشار 7 بار مثلا توی یه دقیقه اگه من شیر برقیمو بذارم تو تابلو بر، این با این سرعت میره و بر میگرده، درسته؟ حالا برای این که من بتونم سرعت اینو ببرم بالاتر، مثلا 100 تا توی سیستم های پنوماتیک آقا عددی نیست، سیستم هیدرولیک نیست که بیم با سرعتش کاری نداریم، اینو به خاطر سرعتش میخوایم. اگه بخوایم این سرعت بره بالاتر، دو تا راه داریم. فشار رو دیدی؟ اینجا نشون داد برای من 7 بار. اینو من بخوام بیارم بالاتر یه دونه از راهامه، یعنی بیارمش روی 10 بار دیگه بترکون، میتونم بیارمش 10 بار که این با قدرت بیشتر در نهایت سرعت بیشتری هم برام بزنه، رفت و برگشتش سریعتر بشه. اما یه مشکلی داره. الان همین قطعاتی که اینجا میبینی همشون برای 10 بار نیست. این جک چرا؟ این جک مخصوص تا 40 بار تحمل میکنه، اما شیلنگش 7 بار 8 باره. 10 بار شما دائم بدین توی میترکه، یا شیرش به زور به ترکون 10 بار رو تحمل میکنه. پس این مشکلات هم داره، شما هزینه‌تو خیلی میره بالاتر. این یه دونه از راست اگه من بخوام تولید بیشتری داشته باشم. چطوری؟ زمانی که شافت این جک پرس پنوماتیکم که الان من برعکسش کردم بیاد برای من چیکار کنه؟ سرعت بیشتری بزنه. اما خب خیلی هزینه داره، اینم هم دردسر داره. اما یه راه راحت تر و کم هزینه ترم داره. راه دوم همینجاست، استفاده از یه قطعه طلایی به نام تخلیه سری. این قطعه رو خوب نگاه کن، 3 تا پورت داره. من تو مسیر هر کدومش یه مدلشو بستم، حالا توضیح میدم. یه مدل کتابیه، یه مدل کوزه‌ایه. جفت اینا اسمش روشه تخلیه سری، یعنی فشار هوای جلوی پیستون و پشت پیستون جکو برای من با قدرت بیشتر هل میده بیرون، در نهایت سرعت جک من میره بالاتر. فشار هوای من همون 7 باره، 6 بار 7 بار، اما تفاوت سرعت یه دنیاه. دو مدل مختلف داره، عملکردشو یه بار دیگه خوب نگاه. فشار منو نگاه کن چنده رو همون 6-7 باری که گفتم، دروغم نگفتم، بیشترش نکردم. با شیر فرمانم میخوام به این یه فرمان بدم ببینم سرعتی چه فرقی کرد. خوب صدا رو نگاه کن فقط. تموم شد و رفت. به این میگن تخلیه سری. اگه جذاب بوده تا الان برات، یه لایک بنداز. تا مدلاش هم مدلای مختلفش خوب نگاه کن. دو تا مسیرش، مسیراش هم بد نیست الان ببینی. به این میگن کوزه‌ای. از یه تیوب استفاده شده توش. آخ دستم برید. اینو ما اگه بکشیم بیاریم بیرون، این تو رو الان اتصالش من باز نمیکنم شما ببینی. توش یه دونه تیوب داره. اون تیوب به هوا رو هل میده بیرون. اینم هم همونه. خب بهش میگن کتابی و کوزه‌ای. کجا بسته میشه؟ ما 3 تا پورت داریم. اینو خوب نگاه کن. APR پمپ، فشار هوا اینجا میره، R این همیشه باید آزاد باشه. بعد تخلیه میشه. اینم که A. یعنی چی؟ A و B جکی که صحبتشو میکردم، پورت بالا و پورت پایین. این بسته میشه اینجا. حالا ما برای دوتاش 2 مدل مختلف گذاشتیم که بهتر یاد بگیرید. یه سوال مهم دارم ازتون، اونم اینه که یک کلک دیگه برای تغییر سرعت توی جکای پنوماتیک داریم. اگه ویدیوهای پیج دنبال کرده باشی خوشحالم میکنی که یک کامنت بذاری که چیه دلیلش، با چه کلکی میتونیم تغییر سرعت بدیم توی سیستم‌های پنوماتیک. اینو برام کامنت بذار. و نکته آخر، تا دلت بخواد از این ترفندا داریم آقا توی کانال. همه مدل ترفندی راجع به تمام صنعت توضیح دادیم، از لیفتراک و لودر بگیر تا سیستم های پنوماتیک و پرس های هیدرولیک، تمام و تمامش توی کانال توضیح دادیم. با سابسکرایب کردن کانال وارد برابچه کمپانی یاین میشی که آقا کلی کلی خوشحال میکنم منو، هر روز یه شغلی را انداختن، یه موضوعی یاد گرفتن، یه لول خودشون رو کشوندن بالا. تو هم اگه دوست داری به این جمع اضافه شی، همین الان سابسکرایب کن، زنگوله بغلش رو بزن تا هر موقع ویدیو میذاریم بیای ببینی. الان هم الحمدلله هممون
فیلتر شکن داریم. دوستتون دارم. خدا نگهدار.